درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 21 جولای 2023 میلادی برابر است با 30 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. مردم زاهدان 42 جمعه اعتراضی خود را در راهپیمایی سکوت و در جبهه امنیتی برگزار کردند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در حالی نماز جمعه روز 30 تیر ماه را همراه با خطبه های انتقادی خود برگزار کرد که اینترنت زاهدان همانند جمعه های هفته های اخیر و همزمان دچار اختلال شدید بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنان امروز خود به صورت تلویحی به مقایسه حکومت یزید هنگام قیام امام سوم شیعیان با جمهوری اسلامی پرداخت و گفت بعد از خلفای راشدین شیوه حکومتداری مسلمانان تغییر کرد و زیست ساده حاکمان از بین رفت. حاکمان دمشق و شام از پادشاهان روم و ایران تکلف را یاد گرفته و از عدالت و انصاف و حساسیت به بیت المال دور شدند. به گفته مولوی عبدالحمید ساده زیستی حاکمان و دسترسی مردم به آنها برای مشورت و انتقاد از بین رفت و حاکمان حکومت اسلامی بیت المال را تصرف کردند و مال شخصی خود پنداشتند. اسماعیل زهی با اشاره به اینکه اینها باعث شد که امام حسین قیام کند گفت قیام او در مقابل حکومتی بود که نه تنها ادعای کفر و بیدینی نداشت که یزید خود به هم میداد و نماز هم میخواند اما خودکامه و دیکتاتور بود. امام جمعه اهل سنت زاهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقتصاد بحرانی و مریض ایران گفت مهمترین ریشه مشکلات اقتصادی ناشی از گره خوردن آن به سیاست است. مدیر دارالعلوم زاهدان مدعی شد که بسیاری از زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند به حجاب اعتقاد دارند اما برمی‌دارند چون خشمگین و ناراضی هستند و می‌خواهند که با نافرمانی مدنی خشم خود را نشان بدهند که این هم مسئله سیاسی است نه اعتقادی و مذهبی. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به حکومت توصیه کرد که در امور مذهبی مردم دخالت نکند و بگذارد هر کسی هر طور که می‌خواهد مطابق با مذهبش آزادانه عمل کند. لیلا ضیافر گوینده سابق رادیو که به دلیل اعتراضات به حجاب اجباری با یورش نیروهای حکومتی به منزلش دستگیر شده بود از زندان آزاد شد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز جمعه با اعلام این خبر نوشت که آزادی خانم ضیافر به شکل موقت و با وثیقه 100 میلیون تومانی انجام شده است. به نوشته هرانا لیلا ضیافر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تشویق یا ترغیب یا فریب افراد به فساد و فحشا متهم شده است. سازمان حقوق بشری هانگاه از جان باختن سید مصطفی احمدپور از معترضان اهل ایزه در درگیری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده است. بر اساس گزارش هانگاه سید مصطفی احمدپور روز پنجشنبه 29 تیر ماه در جاده یاسوج اصفهان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در یک درگیری جان خود را از دست داده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی جان باختن سید مصطفی احمدپور را تایید کرده و او را از عوامل اغتشاشات ایزه معرفی کردند. چند هفته بعد از اعلام خبر آزادی اکبر طبری متهم فساد مالی، دیوان عالی کشور روز جمعه محکومیت او به 12 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق را تایید کرد. اکبر طبری که حدود دو دهه از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بود، 3 سال قبل به اتهاماتی از قبیل ارتشا و پولشویی به 58 سال زندان محکوم شد. با این حال در پی اظهارات غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها درباره غیبت اکبر طبری از زندان، قوه قضاییه روز 8 تیر ماه بدون ارائه هیچ گونه توضیحاتی اعلام کرد که اکبر طبری در چارچوب موازین قانونی از زندان آزاد شده است. اکبر طبری همواره اتهامات فساد مالی را رد کرده و گفته است که جز خدمت صادقانه کار دیگری نکرده است. رسانه‌های ایران امروز جمعه 30 تیر ماه از مرگ حسن ثانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول تعیین جایزه قتل سلمان رشدی در سن 89 سالگی خبر دادند. حسن ثانی سال 1362 با فرمان روح الله خمینی به عنوان سرپرست بنیاد 15 خرداد منصوب شد و تا سال 99 در این سمت باقی ماند.
بنیاد 15 خرداد بعد از انقلاب بهمن 57 با تصاحب مجموعه از اموال و کارخانه های مصادره شده در اوایل انقلاب تأسیس شد و یکی از قولهای اقتصادی ایران است که از حوزه پولاد تا دارو، پتروشیمی، مواد غذایی، پودهای شوینده، مؤسسات سرمایه گذاری و مسافرتی فعال است. یکی از شناخته شده ترین اقدامات حسن ثانی به عنوان سرپرست این بنیاد تعیین جایزه قتل سلمان رشدی، نویسنده شهیر هندی تبار بریتانیایی بود. بعد از آنکه یک وبسایت بریتانیایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن به دلیل به نتیجه نرسیدن درباره آزادی چهارمین زندانی آمریکایی در ایران خبر داد، یک رسانه آمریکایی نوشت که مذاکره درباره این شهروند آمریکایی در کانون گفتگوهای تهران و واشنگتن است. وبسایت سمافور روز جمعه 30 تیر ماه در گزارشی به نقل از سه منبع مطلع از این پرونده نوشت که دستگیری این شهروند آمریکایی اکنون بخش محوری مذاکرات فشرده میان دو کشور بر سر مبادله ایرانیان بازداشت شده در غرب با اتباع آمریکایی است. این وبسایت خبری اضافه کرد که بازداشت این شهروند آمریکایی در ایران تلاش‌های دولت بایدن برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و کاهش تنش با تهران را پیچیده‌تر کرده است. هویت این زندانی فاش نشده، اما پیشتر آمریکا با نام بردن از سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز از جمهوری اسلامی خواسته بود که این شهروندان آمریکایی ایرانی زندانی در ایران را آزاد کند. هفتمین جشنواره تیرگان در تورنتوی کانادا کار خود را آغاز کرد. در آغاز این جشنواره یاد کشته‌های اعتراضات اخیر و مادران و زنان معترض گرامی داشته شد. مرداد آریان نژاد مدیر اجرایی جشنواره تیرگان با نام مهسا امینی و دیگر کشته شدگان خیزش سراسری هفتمین جشنواره تیرگان را افتتاح کرد. برگزار کنندگان این جشنواره اهداف خود را معرفی فرهنگ و هنر ایرانیان به دیگر ملیت‌های کانادا عنوان می‌کنند. برگزار کنندگان این جشنواره معتقدند که جمهوری اسلامی تصویر جعلی از فرهنگ ایرانی را به جهان نشان می‌دهد و جشنواره تیرگان تلاش می‌کند که تصویر شفافی از باورهای ایرانیان ارائه بدهد. هفتمین جشنواره تیرگان با اجرای گروه موسیقی رستا کار خود آغاز کرد و تا 4 روز برنامه‌های مختلف هنری و فرهنگی در این جشنواره اجرا خواهد شد. پژمان بازیقی از ستارگان سینما و تلویزیون ایران و رئیس انجمن بازیگران سینما به مجازات هنرپیشه‌های زن مخالف به حجاب اجباری اعتراض کرده و خواهان حمایت مردم و اتحاد و همدلی شده است. بازیقی با اشاره به جزئیات برخی از احکامی که علیه بازیگران زن معترض صادر شده، به فشار شدید بر دستاندرکاران سینمای ایران اشاره کرد و گفت چند تا حکم صادر شده که حداقلی ترین حقوق شهروندی اعضای خانه سینما را از آنها گرفته است. داشتن یک خط تلفن، داشتن اینستاگرام، 2 سال ممنوع کار، 2 سال ممنوع خروج. بازیقی گفت به عنوان رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران در تلاش بوده تا احکام مجازات تعدیل شود. او در مصاحبه‌ای با وبسایت سبا که اخبار فرهنگ و هنر ایران را پوشش می‌دهد گفت از سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رفته که از هنرمندان در برابر محاکم حمایت کنند. او گفت وزارت مطبوع ما وزارت ارشاد است و وقتی اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد به تنهایی از دست ما کاری بر نمی‌آید. برنامه‌نگارانم در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. بر اساس اطلاعات منتشر شده، شامگاه پنجشنبه 29 تیر ماه، مامورانی که لباسهای سپاه به تن داشتند، به شماری از گردشگرانی که برای تفریح و گردشگری به ییلاق اوپرت در مرز سمنان و مازندران رفته بودند، حمله کرده و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک منبع مطلع میگوید آنها مدام میگفتند سوم ماه محرم شما خجالت نمیکشید آمده ای تفریح و مشروب میخورید، در حالی که خیلی ها هیچ مشروبی همراهشان نداشتند و آزارشان هم به کسی نرسیده بود. به گفته یه شاهدان عینی، ماموران تک تک چادرهای گردشگران را پاره کرده و با باتون و شوکر و لگد مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همه وسایل را هم با خود بردند، اما هیچ مدرکی دال بر وجود مشروب یا مواردی که بتواند اتهامی به گردشگران وارد کند نیافتند. شاهدان عینی تاکید کردند که ماموران دکتر هم با خود به همراه داشتند و افرادی که حالشان بد شده بود را مداوا کرده و گفتند که به بیمارستان بروند. در پی لغو میزبانی یک رویداد بین‌المللی کشتیرانی در ایران، ماتیو مولر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی با اشاره به این رخداد نوشت: ما از تصمیم سازمان بین‌المللی دریانوردی مبنی بر لغو برنامه‌های برگزاری رویداد روز جهانی دریانوردی در تهران استقبال می‌کنیم. به نوشته مولر، ایران بارها ایمنی دریانوردان، امنیت کشتیرانی تجاری و آزادی دریانوردی را نادیده گرفته است. آبرام پیلی، سرپرست دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران، هم در همین رابطه در توییتر نوشت: کشوری که به طور تحریک‌آمیز به کشتی‌های تجاری خارجی که در حال ترانزیت قانونی هستند حمله می‌کند، توقیف می‌کند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، شایستگی میزبانی رویداد روز جهانی دریانوردی را ندارد. در جریان سفر اخیر علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ورشو، مقامات لهستانی به تهران هشدار دادند که حمایت ایران از روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین و همچنین حمایت تهران از فعالیت‌های بلاروس غیر قابل قبول است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه لهستان درباره سفر باقری کنی به ورشو، معاون وزیر امور خارجه لهستان به او گفت هر گونه اقدامی برای حمایت
حمایت از روسیه به ویژه از طریق ارائه تسلیحات یا تجهیزات نظامی و همچنین حمایت از فعالیت‌های بلاروس غیر قابل قبول است. به افزود که کشورش بر لزوم محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران که خطر اشاعه و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی را در خاورمیانه به دنبال دارد تاکید می‌کند. همچنین در این دیدار که طرف لهستانی هم پیمانان خود را از آن مطلع کرده بود، مقامات درباره وضعیت کنونی منطقه گفتگو کردند. لهستان در همسایگی اوکراین قرار دارد و از اعضای ناتو است و شو تاکید کرد که تجاوز روسیه به اوکراین هم از محورهای گفتگوها با باقری کنی بوده است. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران نمایندگان دیپلماتیک سوئد در کشورهای خود را احضار کردند تا مجوز دادن استکهلم را به آنچه حد که حرمت به قرآن خوانده شده محکوم کنند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که یک یادداشت اعتراضی به کاردار سوئد در ریاض تحویل داده می شود که در آن به ویژه از مقامات سوئدی خواسته شده تمام اقدامات فوری و ضروری را برای پایان دادن به این اقدامات شرم‌آور انجام بدهند. این حرکت ریاض در واکنش به اقدام دوباره علیه قرآن در سوئد است که روز پنجشنبه با مجوز مقامات سوئدی مقابل سفارت عراق در استکهلم به وسیله یک پناهجوی عراقی صورت گرفت. این پناهجوی عراقی بارها و بارها یک نسخه از کتاب مقدس مسلمانان را زیر پا گذاشت و بدون آتش زدن آن را پاره کرد. او در پایان ماه جون و همزمان با آغاز تعطیلات عید قربان و پایان مراسم سالانه حج در عربستان سعودی هم چند صفحه از یک نسخه قرآن را در مقابل بزرگترین مسجد استکهلم سوزاند که واکنش‌های دیپلماتیک شدیدی را در جهان اسلام به ویژه در ریاض برانگیخت. عراق روز پنجشنبه دستور اخراج سفیر سوئد را صادر کرد و نماینده خود در سوئد را هم در واکنش به حق حرمت جدید به قرآن در استکهلم فراخواند. شهرداری نیویورک با پرداخت 13 میلیون دلار به 100 نفری که در جریان تظاهرات اعتراض به کشته شدن جورج فلوید در سال 2020 بازداشت شدند موافقت کرده است. این بزرگترین غرامت جمعی است که تاکنون به معترضان در ایالات متحده پرداخت می شود. طبق اعلام وکلای شاکیان، شهرداری نیویورک روز چهارشنبه موافقت کرد که به هر یک از 1300 معترضی که از سوی نیروهای پلیس نیویورک در جریان اعتراضات مختلف بین تاریخ 28 می تا 4 جون 2020 بازداشت شده بودند، مبلغ 9950 دلار پرداخت کند. با این حال افرادی که به اتهامات دیگر مانند تخریب اموال یا ایجاد آتش بازداشت شده بودند از این غرامت مستثنا می شوند. برنامه برنامه بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1 میلیون ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. محققان میگویند بدن یک بیمار مبتلا به ایدز که با یک روش نوین مورد معالجه قرار گرفته بود به کلی از ویروس HIV پاک شده است. یک مرد که اصطلاحاً بیمار ژنو لقب گرفته، تازه ترین مورد از بیماران است که بعد از ابتلا به ویروس HIV درمان شدند. بیش از او 5 تن به عنوان درمان شدگان بیماری ایدز شناخته می شدند. این افراد به ترتیب بیماران برلین، لندن، دوسلدورف، نیویورک و سیتی آف هوپ کالیفرنیا نام دارند و با استفاده از پیوند مغز و استخوان مورد معالجه قرار گرفتند. این 6 فرد که همگیشان از سرطان خون رنج می بردند، از یک پیوند سلولهای بنیادی بهره‌مند شدند که سیستم ایمنی بدن آنها را عمیقاً مرمت و نوسازی می‌کرد. کارشناسان تخمین می‌زنند که قرص چشمه جوانی در آینده در دسترس قرار بگیرد. این قرص با بررسی یک موجود دریایی شبیه عروس دریایی با نام هیدراکتینیا سیمبیولنژی کارپوس ساخته می شود که کل بدن خود را از سلول های موجود در دهانش بازسازی می کند. هیدراکتینیا ها موجودات کوچک لوله شکلی هستند که روی پوست سخت پوستان کمیاب زندگی می کنند. پیش بینی می شود که توانایی های احیا کننده قابل توجه آنها نتایج مؤثری برای مراقبت های بهداشتی و درمانی ضد پیری در انسان داشته باشد. بینندگان عجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.